کیا اینجا داریم که شغل دوم داشته باشن؟ نه، ادامه داره. از همسرشون پنهان کرده باشن. بله؟ همسرتون تشریف دارن؟ بفرمی. دیگه؟ شما هم؟ دیگه؟ شما هم؟ شما بفرمی. خب، سلام. خب، الان میفهمن که همسرتون اب نداره؟ تازگی ها فهمیدن؟ شما اشکال نداره میفهمن؟ نیست. بفهم. فقط نزدیک به هم و میکروفون بالا. جان، بفهم. تعریف کنید برامون. سلام، خسته باشید. من شرکت کار میکنم تا ساعت 3. 3 هم میرفتم پیش داداشم. تو مغازه داداشم کار میکنم. خب، مغازه چی؟ ضبط و باند و ضبط. خب؟ روکشو هیچو نمیدونست. خانومتون نمیدونست؟ نه، نمیدونست. کجان خانومتون؟ اونجا. بعد کی گفتین بهشون؟ داداشم سوتی زد. داداشتون سوتی داد؟ چجوری سوتی داد بالا؟ یه مشتری کارش برگشت خورده بود، اومد جلو خانومم گفت فلانی کارش برگشت خورده، روکشو بد بسته بودی. بعد خانومم گفت من روکش میبندی؟ گفتم بله. روکش چیه؟ گفتم روکش ماشین هستم. این موضوع مال کیه؟ هفته پیش. هفته پیش؟ چه داغداغم آوردمت بالا. چجوری قبلش قایم میکردی؟ ساعت 6-7 میمدم خونه، میگفت چرا انقدر دیر میای؟ یه ساعت هم به ترافیک میخوردیم، گفتیم دیگه اضافه کار وای میسیم تو خود شرکت. هر روز؟ هر روز میرفتم، چون به محل کارم نزدیک مغازشون. آها. دیگه میرفتم پیشش. سه تا داشتیم، اینا دو قلو هن، منم میرفتم پیش اینا. بعد که خانم فهمیدن چی شد؟ نه دیگه، گفت دیگه برگرد بیا خونه. یعنی دیگه نذاشتن بری؟ آقا خسته نباشی واقعا. شما بفرمی؟ شغل پنهانو بگم؟ نه، اون آشکاره رو بگین اول. بعد شغل اولم تدریس. تدریس؟ بله. خب شغل دومم مربیگریه، که موقعی که ما رفتیم خواستگاریشون مخالف شغل اون بودن، ما پنهان کردیم تا هفته پیش که. تدریس چی؟ دانشگاست. مربیگری فوتبال. فوتبال. بله. رشته تربیت بدنی. خانم مخالف بودن با این شغل دوم. به خاطر استرسش مخالف بودن، که حالا خوشبختانه ما هفته پیش جایی صحبت کردیم، به توافق رسیدیم که الان متوجه شدن دیگه. خواستگاری رفتین نگفتین؟ گفتم مربیگری مقدار استرسش زیاده که ایشون مخالفت کردن. سال اول به قول معروف نامزدی هم کار کردیم، از سال دوم سوم دیگه کار نکردم، که هفته پیش خوشبختانه توافق کردیم و یه جلسه هم رفتیم تمرین، نمیدونن هنوز. خب بعد یعنی الان فهمیدن؟ بله، همین الان. الان؟ دقیقاً الان. هم خانومم هم مادر خانومم. چی میشه حالا؟ احتمالاً با تیر بزنن دیگه. خانم چی میشه حالا؟ چی کار؟ نباید این کارو میکردم من. بیاین بگین چی میشه. بیاین. آره بیاین بالا بگین چی میشه. من که راضی نیستم که. بفرمایید. خب این میکروفونو بدم به خانم. بفرمایید. بله خانم، همین الان فهمیدین؟ من بله، واقعیتش رو نمیدونم باید چی بگم. ما الان شما رو یه 10 دقیقه تنها میذاریم، شما به هر کاری دوست داریم. جالبه که از منم خیلی میترسن. تازه میترسه اینه. تازه میترسه اینه. هنوز مادر خانوم نیومده بالا. واقعی ایشون با منه، ایشون مشکلی نداره. ایشون منو دوست دارن. چرا مخالف بودین خانم؟ خب استرسش خیلی زیاد بود. بعد اصلا ایشون یه مدت شبا تیک داشتن دیگه، مشخص شد. تیک داشت؟ میپرید بالا. بعد میگفتم چرا اینجوری؟ آه یعنی هد میزدی. ازشون پرسیدم، گفتش که به خاطر اون مدتی که میرفتم مربیگری خدا نگذره اینقدر من استرس میدادن که من اینطوری شدم.
آقای قلینو یه حرف خیلی خوبی میزنه، میگه کسی مادرش نفرینش میکنه میره مربی میشه. ما هم حالا متاسفانه اتفاق واسه ما افتاد، انگار رفتیم مربی شدیم، واقعا هم استرسش بالاست. خب الان بعد به توافق رسیدین که شما برین کارو بکنین؟ نه بعدی حالا بعد بریم صحبت کنیم، یعنی با تیر نزنم ما رو. موافقت میکنین خانم؟ من نمیدونم اصلا، من اصلا باورتون میشه ایشونو خونه هم نمیبینم، حالا چجوری رفته دنبال این کار که دیگر. بله هر دو عالی بودن، یعنی ایشون که اصلا یعنی برادره نابود کرد زندگیشو، ایشون هم که الان فهمیدن اصلا خانم نمیدونه چیکار بکن، من مجبورم دو تا تبلت بدم. خیلی ممنونم، شما رو به همدیگه میسپارم و خداوند بزرگ. متشکرم، قربون شما، خیلی ممنونم، لطف کردین آقا، خدمت شما، خیلی ممنونم، قربونتون. کیا دو شغله بودن یا چند شغله؟ شما بفرمایید دیگه، همه آقا هن دیگه، همه آقا، شما هم بی. بله بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بله اینو من درست کنم، متشکرم، بفرمایید. خب میکروفونو بالا لطفا جان. شغلمو بگم؟ بله. شغل اولم جلو بندی سازی ماشینه، شغل دوم خرید و فروش ماشین. جلو بندی سازی ماشین، خرید و فروش، خرید و فروش، دومی خرید و فروش، دومی خرید و فروش. شما چی؟ من تقریبا 4 شغل هستم، گفتین 2 شغل به بالا رو گفتم بگم خدمت. بله بله خواهش. بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستم، شغل دومم توی درمانگاه کار میکنم، شغل سوم با پزشکا کار میکنم، با نسخه‌هاشون. با پزشکا چی کار میکنی؟ میرم در مطبشون نسخه‌ها رو ازشون جمع‌آوری میکنم، میبرم تحویل تامین اجتماعی. چهارم توی کارگزاری هم مشغول هستم. کارگزاری تامین اجتماعی بود. تامین اجتماعی تقریبا درگیر چیز هستش، ولی خب بعد کی به اینا میرسین اصلا؟ یعنی اولی خیلی... بازنشستگی که تو خونه این اون که بله بله درست. دومی تو داروخانه درمانگاه کار. چه ساعتی؟ معمولا هفته دو بار، هر بارم 2 ساعت 3 ساعت، زیاد زمانی نمیگیره. سومی از 1 تا 15 هر ماهه که ساعت کار دکتراست دیگه، 4 تا 8 شب. چهارمی که کارگزاری هستم، اونم باز 1 تا 15، 8 صبح تا 1:30 بعد از ظهر. چقدر درآمدتون از همه اینا در ماه؟ کلش تقریبا 8 تومن، 8 خورده. 8 خورده‌ای. بله. چند ساله که جلوبندی ماشین؟ تقریبا هولوش 30 ساله. 30 ساله. 30 ساله. خرید و فروش ماشین از کی شروع شد؟ از تقریبا 7-8 ساله. 7-8. کدوم بهتره؟ شغل اولم جلوبندیه. نه یعنی سودش بیشتره. سودمون بیشتره. جلوبندی. بله جلوبندی. یه بچه‌ها بزرگ شدن باید خرج برسه. بعد خرید و فروش ماشین چی؟ یعنی هر ماشینی میارن جلوبندیش هست که میگه آقا مثلا میفروشی؟ نه ماشین مثلا دوستان میان ماشین درست کنن، بعد میگه میخوام بفروشیمش. آها. تو دوستان دیگه به اون میسپارن که ماشین سالم واسمون پیدا کن. اینو به اون آقا معرفی میکنه، اونجا واسهشون معامله رو درست میکنه، میاد چیزی وسط. آها. درآمد شما ماهی چقدره؟ ماهی 2 تا کار؟ بله. خلاص 3-4 تومن. 3-4 تومن. آره. مجبور. این از رو اجباره دیگه ها، به خاطر شرایط مالی. بزرگه بالاخره باید خرج و دخل جور دارد. شما از رو اجبار این 4 تا کار؟ تقریبا بله دیگه، عروسدار شدیم بالاخره خرجمون رفته بالا. چند سالتونه شما؟ هم بازنشسته این هم عروس داریم. بهتون نمیام. 52 سالم. آقا مدیر، آره 9 سالگی ازدواج کردین؟ نه آخه آخه 52 سالشونه، هم عروس دارن هم بازنشستن. جناب مدیر بنده داماد دارم. داماد داری؟ داماد دارم. خیلی از عروس هم تو راه، یعنی پشت در گفتم نیا داماد یا بچه شو. گفتم نیا داماد یا بچه. داماد دومم. داماد دوم. آره ولی سخته با ماهی 3-4 تومن هم
کار دوم دختر به خاطر اینکه شوهر دادین هم خونه زندگی میچرخونین هم خیلی سخته. باید بسازیم. شما ولی وضعتون خوبه. خواهشون قابل نداره. قربونشون. نه آره دیگه مثلا 8 خورده ای بد نیست. نه؟ چیکار کنم؟ چند سالگی ازدواج که اصلا بریم توی بحث دیگه. چند سالتون بود؟ 26 سالگی. 26 سالگی. 52 سال میشه 24 26 سال پیش. بله بله. پسرام من دو تا پسر دارم هستن، عروسم هم هستن اینجا. به به، سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین. خب ایشون بهتر بودن دست بالا. ایشون بهتر بودن. ای برنده شدی. ممنون. لطف کردی. میدونین چون شما بیشتر پول در میارین. نه جدی، برای همین مردم رأی دادن. هیچ اشکال نداره، مسئله نیست. و الا قابل نداره. ما افتخارمون بود که بهم خدمت شما بغل ببینیم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. قربون شما. خیلی ممنون. قربونتون برم. من فقط یه چیزی میتونم خدمتتون بگم. خواهش میکنم. بله بله. من اولین فیلم شما رو به اسم دیدار سالها پیش که دیدم. بله. اون موقع یه جورای کشفتون کردم. من خدا شاهده همه جا تعریف کردم، گفتم یه هنرپیشه اومده که در آینده سوپر استار و هنرپیشه بسیار خوبی خواهد شد که واقعا هم همین شد. خیلی ممنونم. من افتخاریه که در خدمت شما بودم. خیلی ممنونم. خدا منو بکشه که تبلت رسید به ایشون. معذرت. قربونت. خیلی ممنون. خیلی ممنون.